سلام به همگی امیدوارم که خوب باشید با قسمت دوم رالی شوی گلیا پوچ کار نیک یوسفی با میزبانی مهران مدیریس سلام مجدد به همگی خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید کنار محمد و نازگل عزیز هستیم برای بررسی قسمت دوم رئالیتی شو یا پوچ و خب خیلی برام جالبه که اسم یوسفی از تیتراش هست شد و کلا هیچ اثری ازش نیست بریم صحبت محمد رو بشنویم سلام و درود خدمت همه عزیزانی که ما رو نگاه میکنن خیلی خوشحالم که دوباره در کنار دوستان هستم آقا برنامه دور دور همی چرا من میگم برنامه گل برنامه گلیاپوچ از اون معدود برنامه هایی که من خوشم اومده یعنی سبکش سبک بازیه اینا یه بازیه دارن اون وسط و حالتی ریالیتی شو میشه حسابش کرد دیگه حالا این چرا این برنامه من خوشم اومده ویژگی های خاص خودشه داره به نظر من مهمترین ویژگیش اینه که سلیبریتی علکی نیوردن ویو بگیرن برداشتن پلیر قوی که بالاخره گلیاهوچ بازی کردن از قدیم آوردن و همین باعث میشه بیننده جذب بشه به خاطر اینکه این گل یا پوچ اونایی که یه خورده بازی های حتی قدیمی تر که یه خورده تکنولوژی کمتر بود مثل کارت بازی، تیله بازی یا هفت و بازیایی که خیلی حالت قهوه خونه ای تو هم داشت مثل تخته اینا یه حالت سوسکی بازی خاصی داره و این تم دوستان طراحی که اینا از اول میان به صورت اینترو هایی که تو اکثر ما این برنامه هایی که دیدیم فقط واسه کش دادن برنامه است یعنی جذابیت خاصی نداره ولی تو این برنامه اینجوری نی از موقعی که برنامه میخواد شروع شه اون تمی که طراحی شده اون اینترویی که اینا میان داخل توضیحاتی که نریتور میگه و اینکه تا برسن به سر میز فوق است و از اون بر ما نه تنها گلیا پوچو میبینیم بلکه این موومنت و این حرکت های منحصر به فرد بازیکنها که هر کدوم یه استایل خاص خودش داره یکی اینوری میده یکی اونوری میده اینا واسه بیننده جذابه اگه سلبریتی بود می آوردن به خاطر اینکه بازی نکردن و تجربه ندارن اون جذابیت واسه منی که عشق گیم و بازی و نمیدونم سرگرمی و این چیزا هستم حوصلم سر میره ولی این سری هر سری منتظرم ببینم پلیر بعدی و با چه سبکی میان بازی میکنن و چی جوری متوجه میشن من هفته قبلی توی قسمت اول گفتم که این برنامه انقدر جذاب بود که هر کسی دیگه هم میومد به عنوان میزبان اجرا میکرد به نظر من از پسش برمیمد ولی این هفته میخوام حرفمو پس بگیرم چون فکر میکنم انتخاب آقای مدیری بهترین انت... انتخاب بود برای این برنامه و همون یخی که هفته قبلی گفتم نازگل که منتظرم آب بشه آب شده بود و خیلی جذاب بود هایی که مینداخت و هیجانی که واقعا فکر میکنم خیلی طبیعی باش روبرو شده بود یعنی واقعی بود فیلم بازی نمیکرد سلام به شما دوستای عزیزم و همه کسایی که ما رو دنبال میکنن خیلی ناراحت شدم از اینکه اسم نیک یوسفی رو از تیتراژ برنامه حذف کردن فقط از همینجا میخوام بهش بگم که من خیلی سریع سعی کردم که در اینستاگرام یک پستی بذارم و حمایت بکنم از نیکه یوسفی و بگم لاقا ما به عنوان بیننده وظیفهمونه که از این حمایت بکنیم و هیچ کسی نمیتونه تو رو از این برنامه حذف کنه به خاطر اینکه همه استعداد هوش دقدقه بندیست رو میدونن و میدونن که داری چی کار میکنی من خیلی گلیاپوچ دوست دارم مهمترین دلیل علاقم در مورد گلیاپوچ اینه که این ردبندی سنی مختلف آدم ها خیلی برای من جذابه یعنی آقای عدیب که شرکت کرده و با هفتاد و خورده ای سال سن و این بازی عجیب و گولیا خیلی برای من توی برنامه گولیا این بازی که حالا ما از بچگی با آشنا شدیم خیلی برای من نماد روند زندگیه یعنی دو بار تو رسیدی به شاه گل شاهگل از دستت گرفتن رسیدی به لحظات آخری که اگه واقعا تیم آقای ادیب نمیبرد برد ناراحت می شدن یعنی می باختن خیلی قصه می خوردن براشون ولی واقعا زندگی همینه یعنی نمیدونی برات چی پیش بینی میکنه یهو میبینی تا یه جایی میرسی که دیگه خیالت راحت بردی و شاهکل از دست در میاره یه چیز بهتری بهت میده و هزار تا اتفاق دیگه و خیلی برای من این پکیج پکیج جذابیه به نظرم آقای مدیری اصلا یک اعتباری با خودش به همراه داره که در هر برنامه میاد این اعتبار رو به برنامه هم میده من کاملا موافقم با حضور آقای مدیری در این برنامه به خاطر اینکه میگم اون مدیریت کردنش اون هوش و استعداد ذاتی که داره اون تعاملی که با شرکت کننده ها ایجاد میکنن رو خیلی دوست دارم و تیکه پشت صحنه هایی که بعدا اضافه شده یعنی در صحبت هایی که با هم دیگه داشتن اضافه شده به این در واقع بازی همچنان اون کل, کل هایی که با هم دیگه دارن خیلی جذابه اصلا این روایت آدم های معمولی با هم دیگه و توی بازی ناخودآگاه آدم دوچار این کل کل ها و چالش ها میشه اونا به نظرم جذابتر از خود بازیه حتی یعنی این کل کل ها رو من خیلی دوست دارم و این تیم آقای عدیب یه پسری در این بازی شکل آقای شرکت میکرد که تک گلو گلو میگرفت اصلا منو به هیجان آورده بود چجوری میتونی تو اصلا چقدر تو عجوبه و عجیب بودی برای من خیلی جذاب بود یعنی هر دفعه که و من این اعتماد آقای عدیب رو خیلی دوست داشتم یه آدمی که معمولا در این رده سنی ریسک پذیرشون پایینتره و دوست دارم مدیریت بکنم ولی بها میداد بهش میگفت اوکی بگیر تکسب میخوای بگی، هر جو سلاح میدونی بگی و خیلی جذاب بود کامنت uh, زیاد گرفتم از آدم ها که مثلا این لحن لاتی و دوست ندارم اینا به نظرم اگر که تو قسمت ها اول لحن لاتی آدم ها و کل ها با هم دیگه شما رو زده کرد قسمت دوم ببینید چون اصلا طیف مختلفی از آدم ها شدن که دیگه اون کل کل مثلا قهوه خونه تو رو ندارن خیلی محترم و معدب دارم با هم دیگه کل کم کن خلاصه که گولیا پوچ خیلی بازی جذابی شده هیچ فکر نمیکردم یه بازی کودکانه ما بتونه در یک ریالیتی شو انقدر برامون مهیج بشه دم تک تک دستن در کاراش گرم مرسی ناز گل مورد حالا اسم نیکی یوسفی توی تیتراش خب من با تو هم نظرم ولی امیدوارم که یک داستان چیز نباشه گولزنک نباشه که حالا با این ترفند بخوان اون حجمه ای که بهش وارد شد توی قسمت اول اون کامنت هایی که توی اینستاگرامش خیلی از طرف مردم اومده بود که همش فیلم و نمایشه به خاطر این نبوده باشه حالا من میگم توی تیم تو هستم نازگل ولی یکم به حتی به این موضوع هم فکر کردم در مورد مدیری هم خوشحالم که با هم دیگه هم نظریم ولی فکر کنم محمد خیلی با ما موافق نباشه سر این قضیه محمد با آقای مدیری یک زاویه شخصی <داره> <صحاب> <سحاب> <تصحاب> نه نه ببین من یک منطقی صحبت کنیم من نمیخوام اصلا تعصبی خودتون که بهتر میدونید من تعصبی رو هیچ کسی ندارم نه نظر مد، مدیری خوب بود اتفاقا تو این برنامه ولی چند که با حرف اول نگاه که تو برنامه قبل زده بود بیشتر موافقم یعنی احساس میکنم بازی اینقدر جذابیت خودشو داره اصلا جایی زیاد واسه داور یا اون کسی که برگزار کننده است نمیذاره و استرس بیشتر روی پلیرها و مخاطبه و اون کلکلایی که میشه ولی کلا شخصیتی آی مدیری اصلا حوصله بازی نداره یعنی اصلا آدمی نیست شخصیتی خوب. خوشش بیاد بازی شاید یه مجری بود که شخصیتا عشق بازی داشت شاید میتونست جذابتر کنه و نه یعنی اجرای مثلا اشتباهی آقای مدیری ندیدیم همونطوری یعنی هم اعتبار داده یعنی قطعا از اعتبارهای مدیری استفاده شده واسه جذب مخاطب ولی تو ذهن من این بود به نظر تو کی بود بهتر بود اینو میدونم که مهرا مدیری زیاد از بازی خوشش نمیاد یه موقع بازی حالت مجری که بالاخره خورده اللحاظه نه که اجرا از لحاظ شخصیتی عشق بازی کردن و سرگرمی باشه احساس میکنم خیلی میتونست جذابترش کنه چون این بازی خیلی قدیمیه و از کوچه پس کوچه های تهران و همه شهرامون میاد بگو الان بگم همه میخوان ساویه بگیرم بگم تو طرفدار فلانی ولی دلیل دارم برای گفتنش ببین واقعا فکر کنم مثلا علی خانی میتونست خوب اجراش کنه به خاطر اینکه تو عصر جدید تعامل با مردم معمولی و خیلی خوب انجام داده یعنی بلد این کل و فلان و اینا رو واردش بشه یه بچه پرو بازی خاصی در وجودش داره که این کلکله رو میتونه جواب بده مثلا به آقای انصاری فکر میکنم که و فکر میکنم مثلا هم میتونست خوب اجراش بکنه ولی باز رأیم به احسان علی خانی بیشتره به خاطر اینکه هم تجربه ماحصل رو داشته هم تجربه اصر جدید رو که اصلا پلی محور بوده رو داشته به خاطر این فکر می‌کنم بهترین گزینه اگر آقای مدیری نمیخواست باشه ایشون بود ولی همچنان آقای مدیری به نظرم اعتبارش خیلی جدی بود. علی خانی خیلی گوگل بود واسه این بازی یعنی یه خورده یه این بازی چون کوچه بازاری هم ها یه خورده گوگل واسه این بازی چون دیدید که کیا اومده بودن داشتن بازی می‌کردن مهران مدیری خودش بچه کف بازاره اون میتونه ج... اون مثلا حالا نشون نمیده ها تو اجرا ولی اون جذبش میتونه اونا رو نگه داره این هم که دوستان میگن که حالا یه خورد لاتیش خوشمون نیومده اصلا اصالت بازی کوچه بازاریه بعد این هم لاتی نیست این هم حالت حرف زدن آمیانه بالاخره کف تهران پایتخت کشورمونه خب همینجوری هم صحبت میکنن و اصلا بی بیتربیتی نیست چیز بیتربیتی نیست اتفاقا خیلی نمکی و خیلی حالت یه مرام خاصی تو اینجور صحبت کردنه که تو این بازیامون همیشه این مراما بوده درست کلکلا بوده ولی آوانسا هم همیشه قدیم به های ضعیفتر میدادن این تو هم بازی خور شل میکنن واسه یعنی خیلی با اینکه جایزه بزرگی گذاشتن از اخلاق به دور نمیشم به تا الانش به نظر من یکی از استانداردترین ترین شوهایی بوده که سرگرمی و بازی میپرداخت شرکت کننده این هفته هم خوب صحبت کردین فکر میکنم یه شخصی بود به اسم کومل که من فیلم کوتاه ازش دیده بودم اگر اشتباه نکنم نمیدونم چقدر درسته شاید هم تشبه اسمی باشه مرسی ناز خوب. مرسی محمد که بودین بچه ها ممنون که ویدیو رو تا انتها دیدین لایک بکنید حتما ویدیو رو و توی کامنت ها بنویسید به, به نظر شما جز مهران مدیری چه کسی میتونست این بازی جذاب رو بگردونه و برای بیننده جذاب باشه مراقب خودتون باشین خدافظ